چرا بعد از گذشت 2 سال اصلی ترین بخشای تفاهمنامه حکومت وحدت ملی افغانستان مجال اجرا نیافته است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. کسی که حوصله شنیدن ندارد، شایستگی ریاست هم ندارد. این جمله است که هفته گذشته عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در توصیف اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور گفت. آقای عبدالله همچنین ضمن اشاره به اینکه در 3 ماه گذشته نتوانسته حتی 1 ساعت هم با رئیس جمهوری دیدار 1 به 1 داشته باشد، او را به عدم پایبندی به تفاهمنامه تشکیل حکومت متهم کرد. عبدالله ضمن عذرخواهی از عملی نشدن این تفاهمنامه تاکید کرد پس از این با چهره واقعی من آشنا می شوید و دیگر از حق مردم گذشت نمی کنم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات آقای عبدالله ابراز تأسف کرده و آن را برخلاف موازین و روحیه دولتداری خوانده. حق با کدام سوی این دعواست؟ در برنامه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد با مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی دولت وحدت ملی، و همینطور گلپادشاه مجیدی، نماینده مجلس افغانستان، که هر دو از کابل با ما هستند. بسیار خوش آمد میگویم به هر دو مهمان برنامه. آقای رحیمی، وقتی که آقای عبدالله میگن بعد از این با چهره واقعی من آشنا خواهید شد، مقصودشون چیه؟ چهره واقعی عبدالله کدومه؟ در مرحله‌ای که حکومت وحدت ملی شکل گرفت، بعد از بنبست انتخاباتی و دشواری‌هایی که افغانستان تجربه کرد، رئیس اجرایی با در نظر داشت مصلحت افغانستان، با توجه به وضعیت امنیتی، دشواری‌های اقتصادی و 3 مرحله گذار دشواری که افغانستان در حال سپری کردن بود، و همچنان با در نظر داشت تقاضاهای جامعه جهانی، از نرمش و از مصلحت‌گرایی در نحوه حکومتداری با شریک حکومت وحدت ملی بیشتر کار گرفتند. در صحبت‌هایی که رئیس اجرایی داشتی را توضیح داد که امیدوار بود به مرحله‌ای برسد که بتانه دشواری‌ها و مشکلات‌هایی که در درون حکومت وحدت ملی وجود داره از طریق مذاکره و گفت و شنود با رئیس جمهور حل شود، ولی این توضیح دادن که در این جریان و در این مرحله‌ای که ایشان با مصلحت و با نرمش با شریک حکومت وحدت ملی برخورد کردن، متاسفانه نتایج مثبت از این نوع عمل کرد به دست نیامد. و حالا بعد از این، با توجه به این که اعتراض طرفدارایشان و اعتراض اونایی که در سطوح مختلف از رئیس جمهور در انتخابات حمایت کرده بودند بالا گرفته، با قاطعیت بیشتر و با جدیت بیشتر آقای رحیمی به طور مشخص سیاسی عمل خواهد کرد. جناب عبدالله به طور مشخص اشاره کردن به مجموعه ای از مواردی که بنا بوده انجام بشه و تا حالا انجام نشده. میدونیم که یه ضرب الاجل 2 ساله تعیین شده بود که سپتامبر، یعنی 1 ماه دیگر، به پایان میرسه و آقای عبدالله مسئولیت اجرایی نشدن کامل تفاهمنامه رو متوجه اشرف غنی میدونه. ولی خب اینجا این سوال مطرحه که آقای عبدالله خب از مدت‌ها پیش میدونست که قرار نیست این اتفاق بیفته. یعنی امروز که ایشون معترض هستن یا به شکل علنی اعتراض کردن، خیلی روشنه که در 1 ماه آینده امکان تحقق کامل تفاهمنامه نخواهد بود. فکر نمی‌کنید که بخشی از مسئولیت اجرا نشدن اون عملاً متوجه آقای عبدالله هم هست؟ آیا نباید جلوتر از این هشدار میداد، جلوتر از این اقدام میکرد؟ تنها در مورد این که چرا قبلاً چنین تصمیم اتخاذ نکردن، انتقادهای متوجه رئیس اجرایی هست و اعتراضها و انتقاداتی هم در سطح افغانستان از این آدرس مطرح شده، ولی رئیس اجرایی توضیح دادن ما تمام تلاش و امکاناتی را که به عنوان یک شخص در حکومت وحدت ملی در اختیار داشتم تا این لحظه به کار انداختم تا توافقنامه سیاسی، بخصوص بخش اصلاحاتش، عملی شود.
اما متاسفانه تا این لحظه نتیجه ای که لازم بود به دست نیاوردم و قضیه به مرحله ای رسید که باید او را با مردم افغانستان و با طرفداران جریان اصلاحات و همگرایی در میان میگذاشتم. یک مسئله ثابت هست که رئیس اجرایه در این مدت تلاش کردن که مفاد توافقنامه سیاسی عملی شود و در این تلاششان هیچ کوتاهی از خود نشان ندادن و عملا مراحل که پشت سر گذاشته شد، قضایایی که مربوط ریاست اجرایه میشد، رئیس اجرایه با تعهد و با سرعت اون انجام دادن. دشواری اصلی در عملی نشدن مفاد توافقنامه سیاسی نبود اراده سیاسی و قاطعیت در شریک حکومت وحدت ملی یا ارگ ریاست جمهوری است. این بیشتر باعث این شده که یک کندی و یک خلل در تطبیق توافقنامه به وجود بیاید. در واقع حرف شما این میشیم. است که یعنی همونطوری که آقای عبدالله مسئولیت متوجه آقای غنی میدونه، شما هم مقصودتون همین هست، یعنی که از اون طرف چه ارگ ریاست جمهوری آقای غنی این کار نکردن. آقای مجیدی، چرا در دو سال گذشته اونطوری که آقای عبدالله و اطرافیانشون میگن آقای اشرف غنی اراده سیاسی لازم رو برای عملی شدن کامل تفاهم نامه نشون نداده از خودش؟ با عرض سلام به نام خدا عرض کنم شما در جریان هستین. بعد از اینکه ما انتخابات را پشت سر گذاشتیم، یک سلسله مشکلاتی با وجود آمد و بعد از روی یک توافقنامه که هزار دو تیمی که به اصطلاح برنده بودن یک توافقنامه صورت گرفت و در این توافقنامه واضح است که به جزئیات بسیار نرفتن و روی کلیات در این توافقنامه صحبت شده و رئیس جمهوری افغانستان تیمی را معذف ساختن که باید بررسی بکنن که کجا از این توافقنامه تا حال اجرا نشده و امروز خبری هم از دفتر ریاست جمهوری خبر بر رسانه ها داده شد که رئیس جمهور تیمی را معذف کردن رسما که این مسائل را باید بررسی کنه. ولی خوب این می بود که خود دکتر صاحب عبدالله واضح می کردن که کجای توافقنامه توافق که شده رویش اجرایات صورت نگرفته. این خب روشن هست آقای مجیدی، ایشون این رو اعلام کردن، یعنی بحث اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان هست، بحث تعدیل یا تغییر در قانون اساسی هست، بحث تذکره‌های الکترونیکی، اینا روشن هست آقای عبدالله، اینا رو اشاره کردن و دقیقاً گفتن. و فکر نمی‌کنید که تعیین کمیته برای مطالعه در این باره یه مقدار الان دیر هست؟ آقای غنی بعد از دو سال به این فکر افتاده؟ ببینین دو مسائل که شما یادآوری کردین، بحث اصلاح انتخاباتی، من فکر میکنم شما شاید در جریان باشین که رئیس جمهور دو فرمان تقنینی در این مورد صادر کرده و متاسفانه خود مجلس عضو ولسی جرگه ما کسایی که میخواستن این حکم رئیس جمهور از طریق پارلمان باید تایید شود که به اساس از قانون اساسی باید به پارلمان بیاید و این از طرف اکثر از طرف دوستایی که مربوط به دکتر صاحب عبدالله بودند که این فرمان رد گردید و در پولیش مسئله تغییر در قانون اساسی است که طبیعی است که ضرورت به لوی جرگه افغانستان است و لوی جرگه افغانستان امروز ساختارش که است تقریبا 50% ساختار ازی باید از ولسوالی های افغانستان باید انتخاب شود، انتخابی بیاین. در افغانستان متاسفانه جنگ است، حالت نظامی است و امنیت همچون امنیتی را ما در افغانستان نداریم که ما بریم روی پای صندوق های رای و رای بتیم به کسایی که به لوی جرگه کیها باید بیاین از طریق ولسوالی ها. امروز شرایط در اینجا در افغانستان آماده نیست. من فکر میکنم که رئیس جمهور در این سه کدام مشکلی را نداره و این مشکلش که از نوشی از نبود امنیت است. شما به نکته مهمی اشاره کردید جناب مجید، اجازه بدید همین از آقای رحیمی بپرسیم. آقای رحیمی، تشکیل لوی جرگه برای تغییر قانون اساسی و در واقع ایجاد سمت نخست وزیری مستلزم برگزاری انتخابات مجلس هست، همینطور در ولایت ها، و خب این هم نیاز به اصلاح قانون انتخابات داره که اشاره شد و این رو دو بار دادن به مجلس و در مجلس رد شده، اونطور که گفته میشه عمدتا اطرافیان یا دوستان آقای عبدالله بودن که بهش رأی منفی دادن. فکر نمی کنید که در عدم اجرایی شدن این موارد آقای عبدالله هم به نوعی مسئولیت داره، اونطوری که طرفداران آقای غنی میگن؟
نه خیر، چونی نیست. میشه که ما بحث‌هایی که هنوز لاینحل باقی مونده در کلیت اجرایی شدن توافقنامه سیاسی به چهار بخش تقسیم بکنیم. یک بحث، بحث اداری است، صلاحیت‌های رئیس اجرایی به عنوان صدر اعظم اجرایی افغانستان یک بحث لاینحل است تا هنوز. بحث اصلاحات، اصلاحات نظام انتخاباتی، بحث ایجاد یک کمیسیون برای بحث روی تعدیل قانون اساسی، بحث توزیع تذکره‌های الکترونیکی و همچنان تعیین مرزهای ولایت‌ها و ولسوالی‌ها در افغانستان به خاطر اجرایی شدن انتخابات و همچنان بحث شمارش نفوذ در افغانستان به خاطر حل این مشکل. بحث بعدی هم یا مسئله مشارکت مساویانه هر دو تیم در قدرت سیاسی است و بحث اخیرم مسئله انحصار قدرت و تکرویهایی که از طرف ریاست جمهوری در این مرحله صورت گرفته. اینا در مجموع مشکلات را تشکیل میده. در مورد سوال شما باید بگویم که ما هنوز به مرحله لوی جرگه قانون اساسی و بحث تعدیل قانون اساسی نرسیدیم، کمی قبلتر از او قرار داریم. دشواری فعلا در نبود اراده سیاسی برای عملی ساختن اصلاحات نظام انتخاباتی است. متاسفانه در افغانستان دی از تقلب نف بردن و هنوز آقای رحیمی آمده نیستن. اون طرف میگن که این رو به مجلس فرستاده و پارلمان رد کرده، یعنی بحث اصلاح نظام انتخاباتی رو به هر اون طرف این پاسخ رو دارن. متاسفانه نیاز نبود که به مجلس اولا فرستاده شود. فعلا رأی را که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داده تصریح کرده که نیاز برای روان کردنی به مجلس نبود. رأی ریاست اجرایی در آغاز هم می بود که ما نیاز برای فرستادنی قانون به مجلس نداریم، ولی دوستا در ارگ اصرار کردن که باید به مجلس برود. بحث ایسته که بعد از دو سال ما به اینجا رسیدیم که به مجلس روان بکنیم. فرصت‌های زیادی ضایع شد. متاسفانه حکومت وحدت ملی مکلف بود که این کار را در آغازین روزهای شکلگیری حکومت بکنن که چنین کار عملی نشد. حالا هم از یک طرف فرمان تقنینی به مجلس روان شد و از طرف دیگه کمیسیون انتخابات که در تقلب‌های گسترده دخیل بود و حلقاتی که مربوط به ارگ ریاست جمهوری بودن، اینا به صورت گسترده در مجلس فعالیت کردن که باید قانون رد شود. این بازی‌های دوگانه را هم مردم افغانستان می‌فهمن و هم ما می‌فهمیم و اصرار ما این بوده که رای حل نیست. اصلاح نظام انتخاباتی یک گام به سوی تحکیم دموکراسی، صلح، ثبات در افغانستان است. این به نفع ما یا به نفع جریان معین نیست. ما میخواییم رأی مردم در آینده تعیین کننده نتیجه روند سیاسی در افغانستان باشد. آقای مجیدی، به خاطر دارید موقعی که در واقع این تفاهم نامه به نتیجه رسید، بنا بود که به هر حال حکومتداری 50-50 تقسیم بشه بین دو جبهه یا بین دو کمپ سیاسی به یه معنا. خیلی ها معتقدن که این اتفاق نیفتاده، یعنی خیلی ها معتقدن که اون طوری که آقای اشرف غنی حکومت رو داره اداره میکنه، قدرتی که آقای عبدالله و تیمش دارن بسیار بسیار کمتر از اون چیزی هست که روش توافق به عمل اومده. به نظر ما برای ما بسیار مشکل خواهد بود که فعلا ما خودم به حیث وکیل ولسی جرگر نماینده مردم، ما طال تفکیک در بسیاری موارد برای ما بسیار مشکل است که کیهات از کدام آدرس آمدن در حکومت، بخاطر که شما در جریان هستین که احزاب سیاسی که بسیار واضح باشه در افغانستان وجود نداره، ائتلاف های خرد و ریزه صورت گرفته و حتی شکننده هم بوده این ائتلاف ها. اکثر وقت این ائتلاف ها مشکنه و میرن طرف دیگه هر جایی که نفعشون باشه. آقای مجیدی، در افغانستان مجیدی، صحبت ما درباره مسائل خیلی روشن و مشخص هست. یعنی حالا شما ابهام رو میگید، بسیار خوب، ابهام در خیلی جاها وجود داره، ولی خیلی جاها هم داستان خیلی روشنه. قرار بوده که مثلا انتصاب ها یه دولتی با مشورت و توافق باشه. موارد مشخصی است، مثلا آقای نادر نادری نواخری که به هر حال مناقشه ایجاد شده سرش، تیم آقای عبدالله میگن که آقای عبدالله میگه هیچ مشورتی نشده، اصلا ایشون اطلاع نداشتن از این ماجرا. یعنی اینا دیگه ابهام سرش نیست، مسائل خیلی آشکار و روشنی هستن. البته منو به عنوان مثال گفتم، مثال دیگری هم هست البته.
من هم میخوایم صحبت های دکتر صاحب عبدالله را نفی بکنم چون در جریان قضایا از نزدیک نیستم، ولی چیزی که اگر بحث صرف بالای آقای نادری باشه من فکر میکنم بحث بسیار خرده است. ما در افغانستان من به عنوان مثال عرض کردم بحث مثال هست به عنوان اینکه تفاهمی که انجام شده خب مجموعه ای از همین موارد بوده دیگه، و بسیاری از این موارد هستن که خب تیم مقابل میگه که این اتفاق نیفتاده و آقای غنی اون تعهدی رو که داده به انجام نرسونده. مثال آقای نادری صرفا یک مثال بود، یعنی بحث اون نیست ضرورتا. بله، ما صحبت های ما ایست که ما فعلا برای ما بسیار تفکیک بازم میگم برای ما مشکل است که کی از کدام آدرس است. خوب است که بررسی هایی که رئیس جمهور فعلا خبر دادن که یک کمیسیون را موظف کنه در این واضح شد و خوبتر است که کی از کدام تیم و به کدام پست آمده و توافقنامه روی چی مسائلی بوده، به خاطر از اینکه واضح شد و حتی در توافقنامه مشخصا وزارت ها تفکیک نشده که کی کدام وزارت مربوطه کیها باید باشه. در بعضی موارد صحبت در این موارد شده، خوب است که صحبت از این شود کدام وزارت ها به کدام و کدام ادارات مربوط رئیس جمهور شده در این توافقنامه و کدام مربوط دکتر صاحب عبدالله شده تیمشان. من فکر میکنم اونجا ما خوب قضاوت کرده میتونیم. به تعبیری شما معتقدید که در خود این تفاهم نامه‌ای که دو سال پیش انجام شده این ابهام وجود داشته و این هست که ایجاد مشکل شده. جناب رحیمی، آیا چنین هست؟ آیا در اون توافق نامه به طور مشخص همه چیز یعنی روشن نشده بود و نسخه اون این التهابی که ما الان میبینیم موقع پیچیده شده؟ نه خیر، توافق نامه روشن هست، متن توافق نامه هم صراحت داره. در مراحل گاه برداشت‌های متفاوت از متن توافق نامه وجود داشت که بر اثر مذاکرات تیم‌های هر دو طرف ای ابهامات تا اندازه‌ای رفع گردید. تقسیم قدرت هم تعیینات هم بسیار روشن است. طبیعتاً طرفدارای هر دو تیم در سطح سیاسی و مقرری‌هایی که صورت گرفته اونا هم در تمام ادارات دولتی مشخص هستند. البته در آغاز طرف تیم تحول و تداوم یک برداشت‌های عجیبی از متن توافقنامه داشتن که بعد در اثر مذاکرات این ابهامات رفع گردید. حالا همونطوری که شما در صحبتتون اشاره کردین، یک بخش قضیه که بخش اداری و تعیینات هست متاسفانه گاهی بدون مشوره و بدون رایزنی با ریاست اجرایی صورت گرفته و صورت میگیره. ایره در بخش معینیت ها، در بخش سفارتخانه ها، در بخش ولایت ها، در بخش ریاست های مستقل، در سطح پست هایی که در قوای مسلح هم مطرح است، اینجا این کارا صورت گرفته. و همونطوری که شما گفتین آقای نادری آخرین نمونه ای دهی راستا بود که باعث خشم و ناراحتی رئیس اجرایی شد. آقای نادری پیشنهاد شده بود که تعیین شود، رئیس اجرایی از موضوع مطلع بودن و ایره رد کرده بودن صراحتا که ما موافق تعیین شدن آقای نادری به دلیل بی تجربگیشان در حکومت افغانستان و به دلیل اینکه این ریاست باید مربوط اصلاحات و همگرایی باشه مخالف هستیم. اما ریاست جمهوری بدون در نظر داشت مخالفت صریح رئیس اجرایی آمدن اون یک طرفه معرفی کردن و این آغاز یک تنش شد. ممنونم که در واقع بندرم اصلاح کردید. پس در واقع ایشون اطلاع داشتن و حتی مخالفت هم شده، علی رغم مخالفت این اتفاق افتاد. آقای مجیدی، فکر نمی‌کنید که در واقع با این شیوه خب عملاً ادامه کار دولت وحدت ملی به نوعی دچار مشکل میشه؟ الان بعضی از حقوقدان ها معتقدن که ماه آینده یعنی ضرب الاجل سپتامبر که بگذره عملا مشروعیت این دولت هم به نوعی زیر سوال میره. پیش بینی شما چه هست؟ فکر کنید چه اتفاق خواهد افتاد؟ خب در مورد مشروعیت نظام من فکر میکنم اینجا سوالی باقی نیست. دو تیم برنده با هم توافق کرده و این کدام مشکلی را ایجاد نمیکنن که ما روی مشروعیتشان در دو سال و مسئله دو سالی که از طرف بعضی دوستا یادآوری میشه، من فکر میکنم دو سال بین دو تیم است و میتونن و در این توافقنامه دو سال این حکومت وحدت ملی تعریف نشده، صرف مسئله دو سال آمده درباره لوی جرگه که در دو سال باید روی لوی جرگه دایر بشه، نه ای که حکومت مشروعیت خود از دست میده. بحث اساسی است که سوال اول شما سوی است که مشکلاتی که ایجاد میشه برای دولت افغانستان، من فکر میکنم دولت افغانستان
از روزی که ایجاد شده یک سلسله مشکلاتی داشته، ولی باز هم بسیار خوب پیش رفته و مشکلی که فعلا ایجاد شده مشکل متوجه مردم افغانستان است، مشکل متوجه امنیت افغانستان است، مشکل متوجه اقتصاد افغانستان میشه، مشکل متوجه خصوصا کنفرانسی که پیش روی داریم، کنفرانس بروکسل است که در اونجا مسائل اقتصادی است، کمک های اقتصادی است که به افغانستان میشه. اینجا مشکل مردم افغانستان میبینن، نه مشکل رهبرای دو تیم. بحث اساسی است که ما مردم افغانستان، من به نماینده بحث نماینده مردم افغانستان، تقاضای ما از رهبرای سیاسی ما است که مسائل افغانستان، خصوصا مسائل فعلی که در افغانستان روان است، جنگ است که سربازی که در خط جبهه علیه دشمنای افغانستان میرزمن، و مسائل اقتصادی مردم مد نظر بگیرن. به خاطر منافع ملی افغانستان، اگر بحث منافع ملی افغانستان باشه مشکلات ایجاد شوه، ما در این همکاری هست، همکار در واقع انتقاد شما جناب مجیدی این هست که اختلاف بر سر تقسیم قدرت میتونه باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و موارد دیگر، بحثای امنیتی برای کل کشور بشه و این به سود افغانستان نیست، احتمالاً به سود هیچ کدوم از دو تیم سیاسی هم نخواهد شد. آقای رحیمی، مشکل اصلی شما، یه منظورم یعنی تیم آقای عبدالله، در دو سال گذشته اشاره شد بحث این بوده که معتقدن که اون میزان از قدرت سیاسی که باید به اونها داده بشه در چارچوب تفاهم نامه داده نشده. پرسش اینجاست که به هر حال خب بازی سیاست هست و جنگ قدرت یا رقابت برای کسب قدرت، و میدونید که حالا قدرت رو هم خیلی راحت با آدم ها نمیدن، یعنی به هر حال باید یک نیرویی هم باشه که بتونه اون رو بگیره. به یک معنا چرا فکر میکنید تیم آقای عبدالله رو باید جدی بگیره طرف مقابل، در حالی که تلقی عمومی این هست که حتی آقای عبدالله خیلی هم ناراحت باشه یا گله بکنه یا به هر شکلی، در نهایت با یک دیدار آقای جانکری مسئله حل خواهد شد، مثل گذشته میتونه ایشون بیاد یه پادرمیانی بکنه و داستان تمام بشه. بنابراین چرا باید آقای عبدالله و عصبانیت فعلیش رو تیم مقابل جدی بگیره؟ به موضوع بسیار مهمی در این سوال اشاره کردین شما. آقای عبدالله از یک بستر انتخاباتی در افغانستان به ریاست اجرایی آمدند که نفوذ و گستردگی فراگیری در سطح افغانستان داره و همچنان یک بستر طبیعی حمایت داره در سطوح مختلف، و ما انتخابات را هم در افغانستان بردیم. انتقاد طرفدارای رئیس اجرایی یا دکتر عبدالله در این مرحله دو سالی بوده که شما حمایت مردمی را دارین، شخصیت‌های مطرح افغانستان، احزاب سیاسی و جریان‌های مطرح از سراسر افغانستان از شما حمایت می‌کنن، ولی شما با نرمش و با اتکا به اصل مصلحت از حق و حقوق مردم اونجوری که لازم است دفاع نکردین و نمی‌کنین. انتقاد مردم بیشتر از آقای عبدالله عدم تمثیل اراده و قدرت و خواست‌هایشان در حکومت وحدت ملی بود. هنوز هم اون حمایت فراهم هست. روز قبل وقتی که آقای عبدالله اون صحبت را در ریاست اجرایی داشتن، فردایش جلسه ای از رهبرای جریان دوباره تشکیل شد و روز بعدترش هم در یک نشست بزرگتر اکثریت رهبرای اصلاحات و همگرایی آمدن و با یک صدا حمایتشان از رئیس اجرایی اعلان کردن، و شرطی هم که برای حمایت داشتن قاطعیت و جدیت در آقای رحمانی. زیر یک دقیقه فرصت داری، من برای اینکه پاسخ سوالم رو به طور روشن بگیرم، بس این است که با این سابقه ای که به هر حال دیده شده، همونطور که عرض کردم، چرا طرف مقابل باید جدی بگیره وقتی میدونه که با یه وساطت یا یه پادرمیانی یا به هر حال مسئله حل خواهد شد، ایشون میتونه ممکنه که فراموش بکنه، کما اینکه در گذشته این کارو کرده. زیر یک دقیقه وقت داریم. خب اونطوری که ما برای شما برشمردم، یک حمایت گسترده مردمی وجود داره و همچنان حمایت بین المللی از توافقنامه و اصلاحات، و طوری که شما هم در مقدمه‌تون گفتین، آقای عبدالله آمدن برای مردم افغانستان یک بار دیگه تعهد دادن که این بار با چهره نو، با عزم و اراده جدیدی میاین، از تعهداتی که برای در توافقنامه سیاسی مطرح شده
حمایت و دفاع میکنن. البته خب طبیعتاً تیم مقابل چون گفتید که حمایت مردم رو آقای عبدالله دارن، یه حالا بحث این که انتخابات رو بردن، طبیعتاً اینها ادعاهایی است که از طرف شما مطرح میشه، اون طرف این رو رد میکنه و مردم هم حمایتش در واقع اون چه که خیلی روشن میشه دید در واقع حمایت حامیان قدرتمند سیاسی آقای عبدالله هست، وگرنه مردم رو که حالا خیلی معیار روشنی براش نیست. ولی به هر حال حالا این بحثی هست که طبعا ادامه خواهد داشت و ما هم در برنامه های آینده بیشتر امیدوارم که بهش بتونیم بپردازیم. بسیار متشکرم از هر دو مهمان ما که از کابل با ما بودن و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/2 و همینطور روی صفحه فیسبوک ما هم میتونید این برنامه رو مجدداً ببینید. آدرس ما روی فیسبوک هست facebook.com/2. برنامه همینطور در روی کانال یوتیوب ما هم میتونید ببینید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.